طرحی که میتونه مجوز حفاری و کشف آثار باستانی ایران رو به هر کسی بده و البته بعد از حفاری و کشف میشه این آثار باستانی رو به سادگی به هر خریداری از جمله خریدار خارجی فروخت. حالا 61 استاد باستانشناسی به قالیباف نامه نوشتن، اعتراض کردن و خواستار لغو این طرحن رو میگن. نمایندگان مجلس در پی تغییر قانون به سود افراد سودجو هستن. اما این طرح چیه؟ قانونی کردن قاچاق آثار باستانی ایران، غارت پیشینه کشور، تیشه به ریشه تاریخ ایران، اینها صفت‌ها و طعنه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی به طرح جدید مجلس در مورد آثار باستانی زده شده. این طرح 21 ماده‌ای که با عنوان استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌های ارائه شده به امضای 46 نفر از نمایندگان مجلس رسیده و به طور خلاصه میگه هر کسی میتونه مجوز برای حفر آثار باستانی بگیره و اون رو از دل خاک بیرون بکشه و بفروشه و هر کسی هم میتونه این آثار رو بخره. ماده 3 این طرح میگه شما میتونید مجوز بگیرید و شروع به کاوش بکنید. جالبه که نوشته اگه تا 5 هفته جواب برای مجوز نیومد میشه حفاری رو شروع کرد. ماده 14 از این هم عجیب تره، نوشته شما میتونید آثار باستانی ایران رو به خارجی ها هم بفروشید و از ایران خارج کنید. اما قبل از اینکه طرح رو از نظر قانونی بررسی کنیم، بیایم ببینیم چه کسانی به این طرح رأی دادن. همینطور که توی این نمودار میبینید امضای همه طیف های نماینده نمایندگان مجلس از اصلاح طلب تا اصولگرا رو میشه زیر این تهدید، خب البته درصد اصولگراها بیشتر هم هست. هم پیدا میشود از سر اشتباه و ندانم کاری به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی تخت جمشید را زنده میکند. خب تخت جمشید یک اثر معماری است، اثر معماری را انسان تحسین میکند و چون متعلق به ماست، مال ایرانی هاست، با اون افتخار هم می کند. اما این غیر از این است که مردم دلها و ذهنها و جانهای مردم را ما متوجه به یک نقطه‌ای بکنیم که در اون از معنویت خبری نیست، نشانه طاغوتیگری است. موارد مغایر این طرحی که قانونگذاران مجلس ارائه دادن با قوانین خود جمهوری اسلامی هم کم نیست. مثلا ماده 2 طرح که میخواد حفاری رو قانون کنه با ماده 562 قانون مجازات اسلامی که کاوش برای به دست آوردن اموال تاریخی رو ممنوع میکنه مغایره. جالبه در این طرح برخلاف اصل 15 قانون اساسی 4 بار از واژه‌های غیر فارسی مثل دموگرافیک و کلکسیون استفاده شده. به غیر از مغایرت‌های قانونی و متن غیر کارشناسی که ما نمیتونیم همه رو اینجا نام ببریم، کلن ماهیت طرح با اصل 83 قانون اساسی که میگه بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشند قابل انتقال به غیر نیست در تعارضه. سابقه چنین طرحی به سال 89 به سوی حمید بقایی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی دولت احمدی نژاد میرسه. طرحی مشابه که به علت تعارضهای قانونی زیاد بررسی هم نشد. سال 96 رسانه‌های داخلی ایران فاش کردند که در زمان ریاست بقایی 600 هزار شی از موزه ملی ایران خارج و به احتمال زیاد در حراج‌های بین‌المللی به فروش رسیده. پرونده‌ای که ابعاد اون هنوز هم مشخص نیست و شاید در اتاق های قوه قضاییه خاک میخوره. تصویب طرح جدید مجلس برای خرید و فروش اشیاء باستانی اونطور که مشخصه قانونی کردن فروش انحصاری و غارت تاریخیه که متعلق به همه ایرانیه. مازیار کاظمی کارشناس مرمت آثار تاریخی از بریسبن با ما همراه میشه. آقای کاظمی، فکر میکنید چرا چنین طرحی رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلا باید بیانش بکنن، طرحی که تبعاتش مشخصه؟ قاعدتا این طرح ما میتونیم به اسم حفاری تجاری نام ببریم. در واقع طرحی که میتونه همونطور که خودتون اشاره کردید به نابودی محوطه و سایت های تاریخی برگرده، به این دلیل که در یک حفاری تجاری هدف پیدا کردن اشیای بیشتر و تجارت بیشتر و فروش بیشتر است. توی این پروسه در واقع حفاری تجاری به خاطر اینکه علمی انجام نمیشه، در نتیجه لایه‌نگاری هم انجام نمیشه و بسیاری از مستنداتی که میتونه به ما کمک بکنه برای جمع‌آوری اطلاعات از آثار پیشینیان، از لایه‌های تاریخی و از اینکه دوره‌های مختلف در واقع چه جور اطلاعاتی رو میتونه به ما بده، همه از بین میره. یعنی نکته اول اشکال این طرح این است که بزرگترین لطمه و بزرگترین آسیب به مجموعه اطلاعات تاریخی ما که ما میتونیم از لایه‌های تاریخی به صورت کاوش علمی به دست بیاریم میخوره و همه اینها رو از بین میبره. اما اگر که برگردیم به این که
چه هدفی پشت این در واقع طرح بوده، ناکارآمدی تصمیم گیری و غیر کارشناسی تعدادی از نمایندگان هست. مثل همیشه به جای اینکه با وزارت میراث فرهنگی، پژوهشکده باستان شناسی و بسیاری از کارشناسانی که میتونن توی این زمینه راهگشا باشن و مشاورهای خوب بدن مشورت بشه و درستی این طرح بررسی بشه، به صورت خودسرانه میان تصمیم‌های غیر کارشناسی میگیرن. مثل همین طرح که آسیب‌های جدی در واقع میتونه به محوطه‌های تاریخی و آثار تاریخی ما بزنه. هدفی هم که چیزی هم که عنوان کردن به صورت اشتغالزایی، درآمدزایی و متاسفانه هیچ کدوم از این اهدافی که مد نظرشون بود در این طرح برآورده نخواهد شد و بجز خروج اشیاء و صدمه به آثار محوطه‌های تاریخی و محوطه‌های باستانشناسی چیزی رو در بر نخواهد داشت. سپاسگزارم از شما مازیار کاظمی، کارشناس مرمت آثار تاریخی، با ما همراه بودید.